داستان بعدی خاطره مربوط به فتح روحانی فیلیپین هست. اینم داستان خیلی شنیدنی است. در فیلیپین امر بهایی سابقه ای نداشت. این داستان مال قبل از شروع این نقشه های تبلیغی 10 ساله و 9 ساله و این هست. چه سالی؟ بعد از جنگ بین الملل، جنگ دوم، یعنی مثلا 1940 45 46 اون موقع. یه خانم باهایی که متاسفانه الان اسمش یادم رفته، خانم باهایی آمریکایی رفته بود، مشرف شده بود حضور حضرت ولی امرالله و تشویق شده بود که در کار تبلیغ در مملکتی که هنوز فتح نشده بود اقدامی بکنه. این خانم برای برگشتنش از ارض اقدس به امریکا انتخاب کرده بود که از راه خاور دور دور بزنه با کشتی، یعنی از حیفا با کشتی را بیفته و حالا این کشتی ها را باید عوض کرد و فلان و مملکت به مملکت بیاد تا بره به امریکا. از جمله این کشتی اومد و در بندر مانیل که پایتخت فیلیپین هست، مانیلا، اونجا لنگر انداخت برای یه روز تغییر وضع و غذا و سوخت و این حرفا. این خانم از کشتی اومد بیرون و شروع کرد در خیابون گردش کردن. فیلیپین یه مملکتی است که تابستانهای خیلی گرم و مرطوب و ناجور داره. یه مدتی که در خیابون راه رفت خیلی ناراحت شد از نظر گرما و رطوبت. نگاه کرد به اطراف ببینه چی کار بکنه. چشمش افتاد به یک ساختمونی که بالاش نوشته بود پابلیک لایبرری. رفت توی پابلیک لایبرری، نگاه کرد به این محوطه کتاب ها، دید یه گوشه ای از این مخزن کتاب ها خیلی خلوت و دور افتاده است، کسی خیلی توجه نمی کنه. از زور خستگی و گرما و اینا رفت اون گوشه و نشست که از این حالت در بیاد. یه مدتی نشست تا اینکه اون حالت گرما و زدگی و اینا از بین رفت. قبل از اینکه از اینجا بیاد بیرون که برگرده دوباره بره کشتی، فکر کرد که خب من حالا اومدم به این مملکت و این فرصت یک کاری بکنم. دست کرد توی کیفش و یک بوکلت راجب امر بهایی همراهش بود، اینا در آورد و پشت سرش این قفسه های کتاب بود. تو اون قفسه ای که پشت سرش بود توی یکی از اون طبقه ها شلفا اینو گذاشت لای کتابا و بعدم رفت سوار کشتی شد و رفت به امریکا. چیزی نگذشت که یه نفر از اهالی فیلیپین که لایری بود و محل اقامتش در یکی از شهرهای شمالی مانیل، یعنی شهر معروف یلاقی باگیو بود، اومده بود به شهر که کار داشت، اومده بود به مانیل و دچار همون وضع شد، یعنی در اثر گرما و رطوبت کلافه شده بود تو خیابون. دید پابلیک لایبرری، پناه برد به کتابخونه، گشت ببینه کجا بشینه که از این حالت در بیاد. همون گوشه رو دید، رفت اونجا نشست و در فکر این بود که زودتر از اون حالت گرمازدگی در بیاد بره دنبال کارش. در حالی که اونجا نشسته بود و پیش خودش فکر میخواد، آدم تحصیل کرده بود، خب بهتره که من یکی از این کتاب ها رو بردارم شروع کنم مطالعه کردن تا حالم جا بیاد. دید خب این کتاب ها همه کتاب های بزرگ هست و این اینقدر وقت نداره، تو اینا یک کتابچه کوچولو هست. خب این بهتره چون خیلی وقت نمیگیره. اونو گرفت آورد و شروع کرد خوندن. یه دفعه دید این درست اون چیزیست که این دنبالش میگشته. حالا بدون اینکه هیچ فرد بهایی در اطراف باشن دسترسی باشه، اینو خوند و علاقمند شد. این خانم قبل از اینکه اینو بذاره توی اون طبقه، یادم رفت بگم که آدرس و نمره تلفن خودشو تای این کتابچه نوشته بود. این آقا وقتی که اینو دید و این حالت بهش دست داد، اینو یادداشت کرد، این آدرس و تلفنو، و بعد رفت و مکاتبه کرد و اولین بهایی فیلیپین شد و کسی است که امر بهایی رو در فیلیپین رواج داد. بعد خیلی بهایی فعالی شد،
عضو محفل ملی و امین صندوق محفل ملی شده بود. به نظرم نوش الان از مشاورین شده یا عضو دارالتبلیغ شده. خلاصه دارم یادم میاد اسم خیلی معروفی داره، شاید یادم افتاد یه وقتی در ضمن صحبت برای شما بگم. اینم مال فیلیپین.